دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زین همراهان سوست عناصر دلم گریفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد. برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل الله سیدنا محمد و علا آلی و اصحاب اجمعین با عرض سلام و ادب و احترام مذر شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه نوبتی میراج انسان از رادیو و تلویزیون جهانی میراج بسیار خوشحال هستم که با سعادت برویم در باز کرد که من در خدمت شما ایزان قرار داشته باشم و در تهیه این برنامه ما کوشش میکنم که پیرامون جایگاه و ارزش و اهمیت آین نگری و عاقبت صحبت داشته باشم به این معنا که به هر اندازه که ما انسان ها آینده باشیم به هر اندازه که در پرتو انوار علم و دانش و تجربه ما عاقبت داشته باشیم مشخص است که امروز ما هم خوب است دیروز ما هم خوب بوده و مشخص است که فردا ما ان خوب خواهد بود پس انسانی که آینده نگر هست انسانی که آقای تندیش است این انسانی هست که هم خود به صراط بر صراط المستقیم مستدام داشته و این قطعا انسانی هست که امروز از بهتر از دیروز است و فردای از او بهتر از امروز عزیزان عمری که خداوند به عنوان یک نعمت و عظما بر ما عنایت کرده در قالب سه زمان هست زمان گذشته یعنی دیروز زمان حال یعنی امروز و زمان آینده هم یعنی چی فردا پس باید ما اعتراف بکنیم که گذشته ما و آینده ما در گیره و حال هست هر قدر در حال حاضر ما کوشا باشیم و به اساس یک پلان و برنامه از حال استفاده خوب بکنیم مشخص است که گذشته ما هم خوب می و آینده ما هم خوبتر خواهد شد انسان به عنوان خلیفه خدا و نماینده خدا به خاطر داشتن عقل و شعور چی هست آینده نگر هست و آخر بین و آینده نگری به عنوان راز موفقیت در زندگی خود انسان چی هست؟ آخر بین هست هرگاه ما آخر بین باشیم هرگاه ما آقابت باشیم مشخص است که در پرتو انوار این تجربه هایی که بر ما به دست می آید مشخص است که باز تکرار می امروز خوبه دارن، فردای خوبی خواهد داشتیم و مشخص است که گذشته ما هم چی هست نورانی هست و درخشان پیامبر اکرم میفرمند که اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله از زیرکی و تیزهوشی انسان مؤمن کامل پرهیز بکنیم که ای در پرتو درخشش انوار الهی به مظاهر انوار هستی خود به مظاهر هستی منگره و در پرتو این انوار اسرار می بینه که بر دیگران میسر نمیشه اینجاست که انسان های کامل خود و مکمل دیگران در پرتاب انوار خود الهی یا اسماء الهی اینا به مظاهر عالم هستی به می اسرار می بینن که به گفته از تفاوت است میان شنیدن من تو در خرابات مغان نور خدا می بینن. شنیدن و دیدن این کاملان قطعا و قطعا چی است متفاوت است با شنیدن و دیدن ناقصان عزیزان وقت قرآن را مشتن ابر میکنه بر انسان بر انسانها که فسیر و فل ارده فنزر و کیف کان عاقبت المکذبین شما سیر کنیم سیاحت کنیم گردش کنیم و سفر کنیم در زمین و بنگریم که سرانجام او کسانی که تکذیب کردند کسانی که جفاکار بودند کسانی که منکر خدا بودند غیر از خود استقان های به پیکری از اونا و غیر از اینو خانه و قریه دیگه چیزی برمقا نمونده پس سفر موتو من تو اگر هدف مندانه باشه سیاحت من تو انسان مؤمن اگر هدف مندانه باشه اگر ما وقت گردش میکنیم به عنوان به یک انسان دانشمند انسان آگاه مشخص است که بر تجربیات هم افزوده می این نظاره ما و تماشای ما بر مظاهر و اتفاقات دنیا بر تجربیات ما چی میکنه میافزایه. حدیث داریم که مؤمن انسان آینده نگر هست و عاقبت یعنی تنها پیش پا خود بینه برای هر موضوع که میخواید تصمیم بگیره عاقبت و آینده ای کار خوب میاندیشه می سر زو فکر میکنه و میخواد که بگونه حرکت بکنه که به اهداف سطورگ انسانی نایل بشه تحمل همه مشکلاتی که در زندگی ما داریم اگر کار میکنیم اگر زحمت میکشیم اگر هر طاعت و عبادت میکنیم به خاطر آینده است که در انتظار ماست و هیچ آینده خوبه به سراغ نخواهد آمد الا که ما در حال حاضر تحمل مشکلات را بکنیم به خاطر از که آینده چی داشته باشیم خوب و سازگار داشته باشیم و مناسب به شان انسانی و آدمی ما باشد خیلی جالب است که ما شکرگزاری باید بکنیم که خداوند همی نعمت رو بر ما داده توانمندی داده که ما در حال حاضر میتونیم ارتباط آینده خود چی بکنیم تصمیم بگیریم و گفتیم که تنها این یک جمله ویژگی ها و خصوصیات خود چی است انسان است که انسان ش... انسان شکرگزار و یا شکرگزاری در حال حاضر زمین ساز خود چی است اما نعمت های آینده است که خداوند میگه اگر شما بر نعمت های که دادم شکرگزاری بکنیم در آینده هم بر شما چی میکنم لکم زیاد میکنم عزیزان مولانا در مستری داستان بسیار مقبولی به عنوان آینده نگری دارند که یک نفری که دست لرزان داشت آمد پیش یک نفر گفت شما ترازی داریم که ما کمک به جواهرات دارم میخوام اون رو بکشم و اینا وزن بکنم اما اون نفر چون آینده نگر بود گفت نه خیر ما جارو ندارم گفت عزیز من مست ترازی خواستم چرا برم ما جارو تو جواب میدیم. میگه جارو ندارم جاروب ندارم این نفر به جواب دوم گفت که ما غربال هم ندارم اون نفر تعجب کرد و کسی که دست از میلرزید گفت من تعجب میکنم که از تو من چی خواستم ترازو خواستم تو در قدم اول میگی که ما جارو ندارم نداریم باز که تکرار میکنم که چرا تو جاروب گفتی میگی ما چی به اصطلاح ما قربال هم نداریم گفت عزیزم من من در هر موضوع آخر نظر میبینم چون تو دست تو ملرزه اگر بال بر تو چی بود بدم یک ترازی بودم که تو به قول معروف او جواهرات خودت طلب بکنی و وزن بکنی اینا چون از پیش تو مرزه باز داد دقیقت میگه که شما جارو هم داریم یا نه باز که جاریور بر شما بدم باز بگیم که غربال داریم و نه که ما غربال کنیم که برای که با خود خاکاشی شده یک جا شده ما آخر میبینیم و تو اول خود قضیه اینجاست که به گفته خود حضرت مولانا مرد آخر بین مبارک بنده است عزیزان نظام ترافیکی ما ببینید ترافیک چون میدانه نظر به علمی که داره نظر به تجربه که داره نظر به اتفاقاتی که در حادثات ترافیکی مشاهده کرده اینجاست که او میگه که سرعت زیاد استقبال مرگ روزانه دهها اتفاق میفته وقتی یک ترافیک او میبینه برای ما پیام میده که این ترافیک تاکید میکنه که اگر بایسکل داریم اگر موتورسیکل داریم اگر موتر داریم حتی اگر ما آبر پیاده هستیم چقدر جالب است که از سرعت ما اجتناب بکنیم که سرعت زیاد استقبال مرگ هست نشانه های ترافیک راهنمای سلامتی ماهند چقدر جالب است که این مدیریت ترافیک هم اطف توجه بیشتر بکنه در نصب و راه اندازی خود علامات و چراغ های خود داخل شهر و ما هم کسانی باشیم که با رعایت قوانین خود ترافیک هم جان خود سالم نگاه داریم هم زندگی دیگران به خطر نندازیم و هم به قول معروف با بی‌احتیاطی خود در خود چی زندان اینجاست که شاعر میگه که چندین چراغ دارد و بیراهه می رود. بگذار تا بی افتد و بیند سزای خویش کسانی که علم دارند فراست دارند دانش دارند و تجربه دارند باز هم بی احتیاطی میکنن باز هم ظلم میکنند باز هم از حد میگذرند سزای این انسانها از منظر خود عرفا و بزرگان است که اینار بگذارند که بی و اینا به خاک فرش که حداقل بر دیگران مایه چی بشن مایه عبرت بشن شعرا ما واقعا آینه داری میکنند المور راه های تاریک زندگی به معنا نورانی میکنند در داخل آینه تجربیات در قالب خود واجه ها و عبیات و اشعار مطالب آویزه گوش و دوش و اشمندان میسازند که ما واقعا باید عطف توجه بکنیم و انتباه بگیریم شاعر میگه که عاقبت گردد زتیر آه دلریشان حلاک کی؟ هر که از تیغ زبان زخم به دلها میزنند کسانی که زبان بازند کسانی که تهمت میکنن کسانی که افترا میکنن کسانی که دشنام میدن کسانی که بدزبانن با خبر که سرانجام اینا از تیر آه انسانهای دلریش و کسانی که اونها قلب از اینا در آمده اینا چی میشن؟ حلاک میشن سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست دیروز خو رفت و فردا پیش ما موجود نیست آینده است که می در میان این و آن فرصت شمار امروز را روحت بلند و روحت آرام باد حضرت سعدی که تو میگی که دیروز خو رفت هر چی بود خوب بود یا بد و فردا هم به سراغ ما خواهد آمد چقدر جالب است که با و به مختنم شمردن امروز و همین لحظه که من تو صحتمند هستیم و سالم شکرگزاره چی باشیم اینمی صحتمندی باشیم شکرگزار همین توانمندی باشیم و با استفاده از توانمندی همین ظرفیت حال بتونیم که آینده خوبی داشته باشیم و گذشته خوبی خیلی جالب است که بعضی چرا ظلم میکنند، بعضی چرا ستم میکنن بعضی چرا واقعا بیراها میرن پیشتر گفتیم که چندین چراغ دارد و بیراها میرود بگذار تا بی افتد و بیند سزای خیش اینها کسانی هستند که بر تجربیات خود نیفسیدند و اینا به حرف خوب به گوش از این ننشسته به این معنی که از گوش راست آمده و از گوش چپ هم خارج شده اینجاست که شاعر میگه که پس یک کار بکن اگر دانی که فردا محشر نیست سوال و پرسش و پیغمبر نیست بتاز اسب جفا را تا که مظلوم را سپاه و لشکری نیست اگر بفهمی که عیازن بالله خدای نیست پرسش نیست و آخرتی نیست هرچی چی دیگه از دست بکن اما ما که می دانیم که ترازی خدا مسخالی که مسخال ذره خیر منوته انسان هم ماسبه میشه و مسخال ذره شر هم ترازی خدا مسقالی روز روز حساب و خدا خدمندم حسیب مطلق خدمند ما توفیق بده که از حال آمدگی بگیریم با آقاب اندیشی و آینده نگری که دارین که بزرگ جزء مومن ماست آمدگی بگیریم که در اونجی چی باشیم از جمله سیهریان نباشیم از جمله سفدریان نجادی آفته باشیم عزیزان یکی از نامهای خداوند پاک و روز قیامت آخر هست یعنی آخر هم چی هست نام خداوند هست و هم به صفت خود روز قیامت ای برای انسان آنقدر دیدگاه میده آنقدر حرکت میده و آنقدر انگیزه ایجاد میکنه که ما هر حرکت خود بعد بگونی تنظیم بکنیم که مسئله آخر کار ما آخر فعل ما و گفتار رفتار ما با یک هدف پیش ما باشه مشخص و با اهمیت باشه اینجاست که بزرگان میگفتن که از شهنامه آخرش خوش است. زندگی من و تو انسان هم به یک شهنامه میمونه به یک داستانی که از شروع شده در وسط و با فراز و فرودها و سرانجام ختم میشه اما نقطه انجام مهم است که مانند در یک داستان در یک سناریو یک فیلم و یک تیات که شما میبینیم که سرانجام داستان به نقطه آخر به کجا میرسه فراز دارد فرود هم دارد خوبی های هم دارد بدی های هم دارد رنج های هم دارد و گنج های هم اما مهم در است که سرانجام این رنج ها و این تلاش ها به چی نقطه منتهی می و متوسل عزیزان شاندن نهال و کاشتن گندم مشخص است که به هدف محصول آخر سال هست پس آخر سال به اونون یک هدف است. چقدر جالب است که دیگان ما رنج بکشه شبها بیدارخوابی میکشه در داخل یخبندان به آبیاری میره در داخل گرما میره برای درو هدف در است که در آخر سال باید یک چیزی به دست بیاره زندگی مناطق انسان هم شباهت داره به یک مزرعه پس باید من تو از هر دقیقه همو دوران زندگی خود چنان استفاده و بهره ببریم که سرانجام در ختم عمر و در داخل قبر و در روز حشر چی بکنیم محصول این زندگی 60 70 سالر سرانجام با سرخویی و با موفقیت به دست بیاریم مولانا باز هم داستان در مثنوی دارد که اولاق و یا به گفت که ای شطور چرا تو تومه گرگ نمیشی و ما مدام به گیر گرگ میفتیم و تک تک میشیم شطور گفت من در هر راهی که میرم در هر بیابانی که قدم میزنم و سفر میکنم من سرم و بالا گرفته است و دور نگاه میکنم وقتی من دور نگاه میکنم اگر رد پای خدا به سرا گرگ دیدم اگر من سایه گرگ دیدم و اگر به قول معروف من نشانی از گرگ دیدم از این را پس برمیگردم اما ای اولاق چون تو پیش پا خود سعی میکنی پیش پابین هستی مشخص است که چی هست تو تومه گرگ میشی اینجا خر و یا اولاق سر تعظیم رو به مقام شطور پایین آورد و گفت که ای شطور چون تو آخر بین هستی و ما او خربین. ما همواره تومه چی میشیم؟ تومه خود بسطلا گرگ میشیم و حیوانت وحشی عزیزان از منظر عرفان حضرت شاه نقشمند فرند که هوش در دم نظر بر قدم خلوت در انجمن سفر در وطن اینو چی معنی داره معنی از این که ما هر لحظه از حال استفاده بکنیم که وقت حال خوب داشته باشیم مشخص است که گذشته ما نورانی است و آینده ما هم نورانی تر اینجاست که انسانی که با عقل خدادادی آینده نگر هست به اهداف سطرگ انسانی نائل میشه و علم و بینش و تجربه ابزار راه زندگی موفقیت آمیز هست دی شیخ با چراغ همیگشت، گرد شهر کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زن همراهان سوست عناصر دلم گریفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان عزیزان بیننده و شنونده چون این برنامه ما پیرامون آینده نگری و عاقبت اندیشی است بیایم از خود سوال بکنیم که چرا ما درس میخوانیم مکتب میریم دانشگاه میریم پانتون میریم چرا به کرس ها میریم چرا ما کار میکنیم چرا ما عرق ریزی میکنیم چرا زحمت بکشیم چرا ما ازدواج میکنیم چرا ما به تشویق و تنبیه فرزندان خود بپردازیم چرا بر ازنا مکافات میدیم و اگر کار بدی کردن مجازات این کارها همه به خاطر خوب شدن آینده خود فرزندان ماست و به خاطر خوب شدن آینده خود ما اگر کار میکنیم زحمت میکشیم طاعت میکنیم عبادت میکنیم ازدواج میکنیم بر که آینده درخشانی داشته باشیم و اگر ما تشویق میکنیم اگر تنبیه میکنیم فرزندان را اگر مكافات میدیم اگر مجازات میدیم اگر به قول معروف برنامه ریزی میکنیم برای خود زندگی خود اطفال خود مشخص است که این برنامه به خاطر آینده تاپناک و آینده است که چی باشد اور ما بتونیم که به اصطلاح برای امو ما تمام کنیم به خود زندگی کونا بتونن مستر خدمت نسبت به خود باشن و نسبت به خود آینده ها عزیزان میگن که پادشاه از راه تیر میشد و دید که یک دهقان بسیار کهنسال چی میکنه اونجا برای غرص یک غرس یک نهال اطف توجه کرده از او پرسان کرد که بابا پیرمرد تو که 90 سال عمر تو هست این نهال که میشانی به چی امیدی میشانی که تو بتونی بر و میوه از بخوری او پیرمرد صاحب دل گفت جناب پادشاه دیگران شان دهنده ما خوردیم ما می نشانیم تا دیگران بخورند پادشاه بسیار خوشحال شد و سکه طلای بر خود از پیرمرد چی کرد بخشش کرد پیرمرد لبخند و عارفانه زد گفت جناب پادشاه هیچ درخت و هیچ نهال مانند این نهال ما زود نتیجه نداد و زود میوه نداد پرسان کرد چی گونه؟ گفت ببین همین لیزه که برم سکه تلایی دادی این نتیجه چی است؟ همین نهال شوندن حال است که مشخص است ما آقای بتندیش و تو هم آقای هستی که نهال که ما امروز میشانیم به عنوان خود درخت تنومند و میوه و آینده ما و دیگران خواهد بود بعضی از ما خیلی متاسفانه با این نگری های بی فایده و پوچ خود چنان غرق میکنیم چنان رنج خاطر بر خود ایجاد میکنیم که حالم از دست ما میره آینده از دست ما میره و گذشتم همچنان مثلا با اگر مگر های گذشته هر کاری که شده گذشته گذشته دیگه گذشت انسان میفهمه که جایز الخطاست اگر ما این اگر مگر ها به عنوان زنجیرهای اسارت خود این بپنداریم مشخص است که ای اگر و مگر از نقطه نظر مفسرین از جمله مقولات و کلمات و واجه های مکتب خانه شیطان هم. چرا؟ کاری شده از پیش ما اشتباهه بیم که ما پس به او را ترمیم بکنیم چگونه ترمین میکنیم تصمیم میگیریم که دوباره رو اشتباه نکنیم دو بار به قول معروف پای ما به یک سوراخ و به یک دام گیر نیاید اینجاست که ما درمان کردیم اما اگر ما خواسته باشیم که هر لحظه خود رنج بدهیم مشخص است که جمله دام های گسترده شده خود شیطان است که شیطان خوش میشه که انسان چی باشه؟ نارام باشه و شیطان وقت نارام است که ما رو ببینه که ما چی هستیم؟ آرام هستیم و آرامش نصیب ما شده پس بیم کار بکنیم که اول کوشش بکنیم با فهوای لیس انسان الا ما سعا با شهبر کوشش حرکت را آغاز کنیم در حال حاضر اما اگر اشتباطی از ما در گذشته شده باشه میشه که با یک علم توانمندی و با نور تجربه حرکت را آغاز کنیم که دوباره اشتباه از ما صادر نشه عزیزان تعمل رنجهای امروزی به خاطر دریافت گنجهای آینده هست نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزدان گریف جان برادر که کار کرد پیشتر گفتیم که دهقان ما زحمت میکشه که آخر سال محصولی داشته باشه ما زحمت میکشیم که شام لقمه نانه به کف بیاریم اینجاست که پیامبر اکرم میفرمند که این دنیا مزرعه آخرت است مثل که دهقان در مزرعه میکارد و در ختم سال به دست می آورد. محصول خود چیزی که کاشته ما هم باید بپنداریم که این دنیا 60 سال هفتاد سال مانند یک مزرعه است که به دست ما داده شده و ما اگر خوب بکاریم مشخص است که خوب به دست میاریم و اگر بد کاشتیم مشخص است که بد میدرویم اینجاست که بزرگ میگه که محبت است که دل را نمیدهد آرام و اگر کیست که آسودگی نمیخواد چرا بعضی ما خود به رنج میندازیم کار میکنیم عرق میرزیم میریم به سفر که لغمه به دست بیاریم اما بعضی با غفلت و تنپروری که از خدا بیگانه هستند اینا با دوزدی و سرقت و خلاف چی میکنن؟ بیشتر تر از ما به لقمه به دست میارن بیشتر پول که میکنن اینا چون آینده نگر نیستن منو انسان مسلمانه که با یک عالم ایمان با یک عالم دانش با یک عالم تجربه و علیمون متانت و صلابت همه زحمت بر خود چی متقابل میشیم روا می که ما چی زحمت بکشیم و عرق ریزی بکنیم به خاطر که میگیم خیر اگر حال رنج هست گنج باز نصیب ما هست اما انسان هایی که از خدا غافلند مشخص است که اینها گنج ها به دست میارن بدون رنج ها بی خبر از اینکه رنج آخرت هزار برابر رنج حاضرت هست پیشتر گفتیم که از شهرنامه میگم چی است آخر خوش هست ما برای سالهای دراز زندگی مادی خود و فرزندان خود ده ها پلان کوتا مدت و میان مدت و طویل مدت داریم اما برخی از ما متاسفانه برای انمو زندگی معنویت خود هیچ پلان و برنامه نداریم و توشه آخرت هم کمایی نمی کنیم چقدر جالب است که در پلو طرح و تطبیق پلان مادی به طرح و تطبیق علمو پلان چی معنوی هم اطفا توجه بکنیم حتی پلوی معنوی باید بیشتر داشته باشیم معنویت علم است معنویت اخلاق است ادب است رفتار است گذشت است به اصطلاح فراموش کردن همه بدی های دیگران هست معذرت خواهی کردن است از دیگران گذشت گذشت است که خصلت خود مردان است بود معنوی ما انسان ها خیلی باید به قول معروف چربتر باشه تیغ از او از دین ما و هایی که در مسیر خود معنویت گام برمی مشخص است که مدیتم به اندازه ای که اینا تلاش بکنند نصیب از اینا میشه دین اساسا برای ساختن خانه های حاضرت و آخرت است فی دنیا حسنه و فی الاخرت هم و قینا عذاب النار کسانی که تنها یک به اصطلاح پهلوی مکم میگیرند یا اینا خیلی دنیا پسند میشن یا خیلی اینا باز از جامعه اینا فرار میکنن و منزوی میشن اینا به اطاف سطور رسیده نمیتونن ما بعد یک شهپر ما شهپر دینی باشه یک شهپر ما شهپر خودشی تلاش های دنیایی یعنی وقتی که ما میخواییم که در دنیا سعادتمند باشیم تلاش برای کسب دنیا داشته باشیم لغمه حلال با خوردن لغمه حلال توفیق خدا طاعت و عبادت خالصانه بر ما چی میشه عنایت میشه یا ای ور رسول کل من الطیبات و عمل صالحا ای حبیب ما ای محمد پیغمبر آخر زمان به لقمه حلال بخور که با خوردن لقمه حلال توفیق طاعت و عبادت خالصانه بر تو چی میشه عنایت میشه داشتن برنامه های کوتاه مدت میان مدت و طویل مدت برای هر انسان حتمی و ضروری است که اگر چقدر جالب است که در هر ماه داشته باشیم در هر سال داشته باشیم که امسال میخوایم چکار کنیم در بهار چکار کنیم در تابستان چکار کنیم در خزان چی و در زمستان این زمان ها و اوقاتی که خداوند بر ما عنایت کرده اینا نعمت است که با هم خوبی ها و ظرافتی که داره یک بار بر ما عنایت و دوباره دیگه اینا تکرار نمیشه و بر نمیکرده پس من و توی انسان مؤمن انسانی که دانش داریم و بینش داریم و تجربه داریم و دیدیم کسانی که چیونه به خوب کردن خوب دیدن و بد کردن بد با طرح و تدبیق برنامه های کتا مدت میان مدت و طویل مدت برای خود و برای خود فرزندان خود میتونیم که چکار بکنیم به عداف و سطور برسیم چرا؟ چون بزرگا گفتن که وقایع آسانتر از تدویست وقتی ما پلان نداشته باشیم وقتی ما برنامه نداشته باشیم مشخص است که آینده خوبی نداریم علمی ساختن پلان وقایه کردن ما از شیست از زیان کردن و از ضرر کردن هست چراغ خود تجربه آنقدر روشن است که هیچ خود تجربه روشنگری چی میشه آینده خوب ما میشه یعنی خود چراغ تجربه میتونه که نور پردازی بکنه در مسیر حرکت ما که روشن بکنه و راه سعادت داره ما که در آینده نصیب ما بشه لغمان ح... حکیم رو گفتن که ادب از کیو مختی گفت از بی عدبا. گفت چرا گفتیدم که اگر انسان بی ادب بی, بی کرد پیش مردم هم خار شد پیش خدا هم خار شد صرف گنده شد سرافگنده شد من بنان وقتی که سعی کردم به خاطر عاقبت اندیشی ما کردم دوباره دیگه او کار بدر نکردم که او بلایی که به سر انسان بیاد و به سر من نیه بس انسان میتونه که لقمان حکیم میگه که اگر انسان عاقبت اندیش باشه و آینده نگر هر حرکتی که بر دیگران اتفاق افتاده این دیگه باید اجتناب بکنه بر تجربیات خود بیفزایه و بگه این کار من دیگه انجام نمیدم که من مانند دیشی نشم به اصطلاح خسره دنیا و الاخره نشم اگر به مشکلات زندگی خلافکاران ظالمان بیادبان دقیقتر متوجه بشیم تکرار میکنیم اگر به مشکلات و فلاکت هایی که در زندگی خود خلافکاران و ظالمان و بدکاران اینا چی شده؟ روی شده اگر ما دقیق تر باشیم ما قطعا میتونیم که هم رابطه خوب داشته باشیم با مردم هم رابطه خوب داشتیم در اول با خود بعدا با مردم و اینجاست که با آینده نگری میتونیم که چی باشیم ما انسان باشیم که هم موثر باشیم یعنی هم مفید به خود باشیم و هم مفید بر خود جامعه ببینین آبادات تاریخی ما بر فراز قبر بزرگی به خاطر یک آبدر می میسازند که تاریخ از این چی بگیره انتباه بگیره تاریخ پند بگیره تاریخ بیاموزه که اگر خوب کار کردین پس از 580 سال به مزار حضرت جامی میریم و دعا میکنیم چرا عالم بود مفسر بود شاعر بود نویسنده بود و در یک کلمه چی بود بنده راستین خدا به مزار حضرت شیخ الاسلام میریم چرا میریم به خاطر میریم که این آبده نماد است آینه کمال خود شخصیت حضرت پیر است که چون خوب زندگی کرده آینده نگیری داشته آینده در فراموش نکرده چنان درخشش داره که در طی 1050 سال همه سر تعظیم به مقام علم و ادب و عرفان چی میکنن فرود میارن چرا برای بچه‌ها ما قلک میگذاریم قلک تیار میکنیم قلک پول به خاطر آینده است چقدر جالب است که همین که به ارتباط اطفال ما قلک تیار میکنیم که اینا بعد حال به اصطلاح روپی رو و در خط مثال جمع بکنن و دارای یک سرمایه بشن بیم که در قلک های آخرت از حال با انداختن امو اعمال نیک گفتار نیک و پندار نیک من انسانی که سن بالا رفته با گذاشتن قلک های آخرت هر روز با خود محاسبه بکنیم که پیامبر فرمودن با خود محاسبه کنید قبل از که شماشی بشه حساب گرفته بشه اینجاست که اگر ما استفاده خوب از امروز کردیم مشخص است که آینده خوبی به سراغ ما خواهد آمد القبر و صندوق العمل مثل که برای یک بچه ما قلق می‌گذاریم که روزانور رو مندازه که پر بشه قبر من تو از حال او صندوق عمل است که هر چه ما عمل نیک و بد داریم اونجا ذخیره میشه و وقت برده میشیم اگر نیک عمل بودیم روزی از ریاض روز جنات اگر بدکار بودیم حفره سیزان از حفره دوزخ پس خود قبر مومن که یا قبر انسان در بود در انسان چی هست؟ صندوق العمل هست برای انسان مومن روزی از ریاض جنت و برای انسان بدکار و ظالم چی هست؟ حفره از حفره سیزان خود دوزخ است. حدیث داریم که کسی که کانت و پیشگویی بکنه و یا نزد خود چی میره؟ فالباسکون میره ای از آین اسلام بیزاری جسته و چی کرده؟ دوری کرده. پیامبر میگن اگر همین کسانی که فال می میکنند اینا بفهمند اینا میفهمیدند که در دوزخ چی جایگاهی دارند اینا دیگه فال مردم را باز نمیکردن. پس وقتی جایگاه خود در داخل دوزخ نبینند که فال فال باز میکنن و مردم رو بازی میدن و خلاف اسلام اینا چی میکنن مکرو تصویر میکنن اگر جایگاه سیزان رو خود در داخل خود دوزخ میدیدن اینا دیگه هیچ کار هیچگاه دست به همچو کار نمیزدن پس ای مردم پیامبر میگن آگاه باشیم که کسی که جایگاه خود در داخل دوزخ نبینه آینده شما و غیب شما رو به هیچ عنوان دیدن نمیتونه و این مکار است و هیلگر و تاجر تاجری که با پول شما چی میکنه ای تجارت میکنه و با مکرو فریبی که بزرگان میگن که کل اگر حکیم است سر خود دوایی بکنه اگر این انسانی ای که فال باز بکنه به ارتباط هر کس میفهمه که فردا چکار میشه و در روز بعد چکار میشه اگر خود بفهمه که ایر به کجا میبرن خداوند با چی با ای چی محاسبه میکنه من حیث یک چی مکار و مکر و مکر الله و خیر الماکرین ای کسانی که مکر میکنین با خبر که خیر الماکرین خداوند است خداوند باز علم داره خداوند قدرت داره که هرچه مکار هست بی نیازی به به خود خاک میکشه و اینار خسرو خسر دنیا و آخره میکنه استخاره نوی از آینده نگری خیر و شر کار ماست ایزان من این باز فرق میکنه کاری که میخوایم تصمیم داریم که کار رو بکنیم پیانبر گفتن شما استخاره کنیم شب وزی بگیریم دور کد نماز بخونیم دعا کنیم که الهی خیر خودم من میفهم شر خودم همین کار میخوام فردا بکنم اگر خیرم است در عالم خواب به من نشان بده و اگر شرم است همچنان پس ای استخاره این نوی آینده نگری است که در دین جایگاه داره اگر دل تمام مردم دنیا به حال یک نفر بسوزه اگر دل خود از این ناس از من فایده نمیکنه چرا برزی که انسان آینده نگری نداره بس جمع میکنیم بس ما چون برتبات آینده نگری است و عاقبت بیایم که آینده شناس باشیم بیایم که آینده نگر باشیم و بیایم که عاقبت باشیم هر کاری به خاطر آینده و آخرت خود بکنیم از نقد حال خود برای آینده خود و فرزندان و وطن خود استفاده کنیم که مردم هم در آرامش باشند فرزندان هم, هم نیکنام باشند و نام هم در اوراق زرین تاریخ بمانه گفته حضرت جامی که خوشا کاروان که شب را سهر کرد دم صبح صادق به منزل نشیند کسی که در شب کاروانی که از اول شب تا صبح در حال حرکت است رنج سفر و شب داره صبح صادق به منزل میرسه زندگی ما شما مانند یک شب تاریک است اگر در دنیای تاریک این تاریکی دنیا به مقایسه روشنی آخرت است اگر در این تاریکستان من و تو با یک عالم تجربه و ادب و اخلاق و تلاش و علم ورزی و خدمتگزاری و مهرورزی ما زندگی خوب را آغاز کردیم مشخص است که ان شاء سعادت دارن به سراغ ما خواهد آمد اینجاست که فمن اتقا و اصل فلا خوف علیهم ولا ای این پیام هم پیام قرآن است بر انسان ها آینده نگر که اگر تقوا کردین فمن اتقا و اصل کارا خوب کردن فلا خوف علیهم ولا هم نه ترس داشته باشیم از عذاب آخرت و نه هم شما حزن و اندوه داشته باشیم خداوند به برکت جلال خود به برکت عزت پاکان و نیکان ما را جمله کسانی بگردانه که هر کار و هر حرف و هر پلانی که در زندگی داریم ما به خاطر آینده باشه که آینده خوبی داشته باشیم چون آینده ما زاده چی هست این مو حال است که ما از او استفاده خوب اگر بکنیم و اگر خدا این را استفاده خوب نکنیم آینده بد داریم عاقبت بد داریم و جمله سیهریان تاریخ خواهیم بود به امید روزی که با طرح و تدبیق پلان های کوتاه مدت میان مدت و طویل مدت برای امروز خود برای فردای خود برای آخرت خود و برای خود گذشته خود چنان پلان داشته باشیم که هر روز ما بهتر از دیروز و فردای ما بهتر از امروز باشد به همچه امیده و سلام علیکم و رحمت الله و برکات دی با چراغ گرد شهر کزدی و دد ملولم و انسانم آرزوست زین همراهان سوست عناصر دلم گریف شیر خدا و رستم دستانم آرزوست انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان